همراهان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امروز میخوام یک اپلیکیشن خیلی کاربردی برای یادگیری زبان رو بهتون معرفی کنم. اسم این اپلیکیشن همینطور که اون گوشه بالای صفحه موبایل من میبینید اپلیکیشن ممرایز هست. این اپلیکیشن یه سری ویژگی های جالبی داره که واقعا برای زبان خوندن میتونیم بگیم که یکی از ایدئال ترین اپلیکیشن هایی هست که میتونید بهش مراجعه کنید. هم فلش کارت های آماده داره، فلش کارت که در واقع دیگران آماده کردن، همین که خودتون میتونید فلش کارت اختصاصی خودتون رو ایجاد کنید، و نکته جالب تر که رو فلش کارت های دیگران هم میتونید راهنما بذارید، ویرایش کنید و این هم. و جالب تر میشه اگه بهتون بگم که یه سری آموزش های استاندارد هم خود تیم ممرایز آماده کرده و ارائه میده. این آموزش ها خب به خاطر اینکه از یک کیفیت حداقلی بهره مند هستن میتونن مرجع خوبی برای سلف استادی باشن. فقط نکته مهم اینه که برای بهره گیر از آموزش های خود ممرایز شما نسخه پولی شو دانلود کنید و در واقع اینو بخرید یوزر پولی رو. البته خب همونطور که میدونید احتمالا تو ایران نسخه های در واقع رایگان این اپلیکیشن هم پیدا میشه. خب بیشتر صحبت نکنیم، وارد داخل اپلیکیشن بشیم ببینیم که این اپلیکیشن چطوره. شما وقتی وارد اپلیکیشن میشید زبانتون رو انتخاب میکنید و کورس های مختلفی بهتون نشون میده. مثلا این کورس هایی که من حالا ذخیره کردم و میخوام چند تاشو بهتون نشون بدم. و اگر هم یک کورس جدید بخواید انتخاب کنید اینجا گزینه به علاوه رو میزنید و بهتون میگه که چی رو میخواید، چه زبانی میخواد یاد بگیرید. البته قبلش شما باید زبان رو انتخاب کرده باشید. این وقتی که یوزر تشکیل میدید خیلی ساده دیگه، یوزر نیم پسورد میدید، لاگین میشید، زبانتون انتخاب میکنید. اگر بخواید داخل نرم افزار زبانتون عوض کنید این امکان هم هست. مثلا من آموزش زبان نیتیوم زدم انگلیسی دیگه، قاعدتا خب فارسی نداره، راحت زبانی که معمولا ما ایرانی ها میتونیم باش کار کنیم بعد از فارسی انگلیسی هستش. و اگر من بخوام با زبان انگلیسی زبان جدیدی یاد بگیرم، این لیست زبان هایی که میتونم یاد بگیرم، این از اسپانیایی، فرانسه، عربی داره تا ژاپنی و نمیدونم لهستانی و روسی و اینا. مثلا من فرانسه رو میخوام باز کنم. همونطور که گفتم یه سری کورس هایی داره، این الان نسخه پولی اپلیکیشنه، یه سری کورس هایی داره که معروف به خود اپلیکیشنه که این فرنچه یکی که آورده کورس خود اپلیکیشنه، یعنی که میتونید براز مور بزنید و بقیه بقیه کورس ها رو ببینید. نکته جالبی که داره این اپلیکیشن اینه که مثلا نرم افزار دولینگو اینجوری که شما درس به درس بگذرونید تا برسید به درس مثلا لول 7، ولی اینجا خواستش اینه که شما میتونید بدون اینکه فرنچ 1 رو بگذرونید برید فرنچ 7 رو بگذرونید. حالا من برمیگردم به کورس آلمانی. من نمونه کورس استاندارد آلمانی رو اینجا بهتون نشون بدم. این کورسشه، مثلا تو هر کورس باز دوباره زیر مجموعه هایی داره که گرامر و کلمات و اصطلاحات رو تو دسته های مختلف آموزش میده. مثلا بیسیک گرامر گست و کوئسچن ها و تا اینکه 19 تا درس و این مبحث تموم میشه. بهتون نشون میده که چند روز پشت سر هم اینجاست این زبان رو تونستید بخونید. این قابل دانلود هست، وقتی دانلود میکنید حالت آفلاین هم زبان در دسترسه. و تو این قسمت امتیاز شما و کسی که شما فالو کردید و رتبه شما نسبت به اونها رو بهتون نشون میده. مثلا لانگست استریک که من بیشتر تعداد روزایی که به طور متوالی زبان خوندم تا حالا 50 روز بوده. حدود 1,000,000 امتیاز کسب کردم و 1500 تا لغت توی این نرم افزار من خوندم. بعد نکته بعد این که شما میتونید دوستاتون هم فالو کنید و این هم ابزارهایی که اینجا در اختیار ما میذاره، Learn New Word، کلمه جدید بخوام بخونم، البته چون کورس دارم تموم شد Learn New Word نداره، گرامر بخونم، رو گرامر میزنم، اگر بخوام کلماتی که برای من مشکل بوده مثلا اشتباه داشتم و اینها رو میاره تو Difficult Word براتون علامت میزنه، میتونه وارد مرور دیفیکالت بورد میشیم. و حالا من ازش خارج میشم. خوبیش اینه که هر جا ازش خارج میشه تا اونجایی که انجام داده رو براتون ذخیره میکنه.
و یه آپشن مرور کلاسیک داره، مرور سری داره. تو مرور سری سال 25 تا 25 تایی میاد و تونتون چهار گزینه میپرسه و میره که شما بتونید یه مرور سری داشته باشید. یکی از آپشن‌های جالب دیگه هم که داره پرونانسیشن رو هم شما اینجا میتونید تمرین کنید. یعنی چی؟ یعنی من وارد مدل پرونانسیشن میشم، کلمه رو میگه، من باید تلفظ کنم. اگه تلفظم درست باشه این تلفظم اشتباه باشه، خب الان چون قاعدتا دارم حرف میزنم تلفظم اشتباهه دیگه، میگه اشتباه کردی یه بار دیگه ترای کن. و اگرم نتونستم ترای کنم خب میزنم کنتینیو، میزنم کنتینیو، میره کلمه بعد، این برام غلط ثبت شد. خب این از آموزش های پایه‌ای که توی این نرم افزار هست. این لرن لوکال هم براتون باز کنم ببینید به این صورته. یک آدم بومی تو یک موقعیت شبیه سازی شده قرار میگیره و دیالوگ رو میگه و چون تو اون موقعیت شبیه سازی شده قرار گرفته باعث میشه که لغت، اصطلاح یا جمله بهتر تو ذهنتون بمونه. و چون گفتم زبان رو انگلیسی انتخاب کردم، آلمانی گفت و من باید کلمه انگلیسی مترادفش رو انتخاب کنم. این هم دوتا جواب دادم که ببینید که چطور هست. خب این از کلیت اپلیکیشن ممرایز. اینا هم در واقع آموزش زبان انگلیسیه که مثلا در واقع فلش کارتی که بقیه ساختن. خب وقتی فلش کارتی بقیه رو میرید دیگه Learn with Locals و Listening Skills و Pronunciation نداره. این Learn New Word که بزنن کلمات جدید رو به این صورت ردیف میکنه برام میاره. اول کلمه رو یه بار برام میخونه، بعد اگر که مثلا راهنمایی در مورد این کلمه باشه اینجا بهم نشون میده و میره کلمه بعدی. وقتی از این مرحله گذشت، حالا ترجمه رو برام میذاره یا سوال رو میذاره ترجمه رو پیدا کنم و اینها به این صورت. و اینجا رو هم دقت کنید، حالت بس پاشیدنی داره که کم کم مثلا این درخت شما بزرگ میشه. حالا اگه من اشتباه جواب بدم چی میشه؟ درست هم ده. حالا اینو اشتباه جواب میدم که ببینید چی میشه. وقتی اشتباه جواب بدم دوباره بر میگرده اون کلمه رو به من نشون میده که بتونم کلمه رو یک بار دیگه یاد بگیرم. و چون اشتباه جواب دادم بر من آرم difficult word رو زد اون بالا، اون رد و برد بخاطر difficult word‌ه. خب این هم از این اضافه کردن درسانم که بهتون گفتم و این از کلیت این. امیدوارم که براتون مفید باشه. حتما از این اپلیکیشن استفاده کنید. الزامی هم ندارید که حتما درس یک باشه. از هر جایی که احساس میکنید باهاش راحت تر هستید پیش برید. حتما من پیشنهاد میکنم اگر حتی تا سطح بالایی هم هستید از بیسیک شروع کنید. اتفاقی که میفته شما خیلی سریعتر میتونید لول 1 رو تمام کنید، لول 2 رو تمام میکنید و اینها. حسنش اینه که شما به خصوص درسایی که استاندارد در واقع خود ممرایز هست رو دارم میگم، حسنش اینه که شما هم گذشته رو مرور کردید، به خصوص زبان آلمان زبانیه که مرور زیاد نیاز داره، چون ما واقعا تو ایران کم تو موقعیتی قرار میگیریم که اصلا اصطلاح آلمانی بشنویم، اصطلاح آلمانی استفاده کنیم. به هر حال انگلیسی گاه گداری تو اصطلاحات و تو نوشته ها و تلویزیون و این ور اون ور گاهی میشنویم، ولی آلمانی خب جزء زبانهایی که خیلی تو ایران کاربرد نداره متاسفانه و به خاطر همین نیاز بد نیست اگه از اول مرور کنید. به اضافه اینکه شاید یه سری اصطلاحاتی باشه، قطعا یه سری اصطلاحاتی هست در واقع که شما تا حالا ندیدید، ولی چون اینجا Learn with Locals این اصطلاحاتی میگه که لوکال استفاده میکنه، مردم محلی ازش استفاده میکنن و میتونه براتون مفید باشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو آینده خدا نگهدار.